به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. به این ویدیو در مورد اسپینینگ کوین میخونیم، یاد میگیریم که چی قسم میتونید توسط انیمیشن یک آبجکت بچرخونیم. خب این کارخونگی شما هم بود، امیدوارم که کار کرده باشیم. برای از اینکه کار کنیم، راه حل ها مختلفی وجود داره. یکی اینه که از داخل اینترنت بریم یا داخل فتوشاپ بریم کوین ایجاد کنیم یا عکس ها ایجاد کنیم که به شکل چرخش باشه. مجموعه از اینا رو بیایم به داخل انیمیشن بندازیم یا داخل سین بندازیم و از روی از انیمیشن بسازیم. یک رو دیگه اینه که بریم انیمیشن خودمون بسازیم. مثلا ببینید قیمت از یه است، اگر قیمت x از این رو بیام تغییر بدم، یه چه کار میشه؟ به یالت تبدیل میشه و پس میاریم و ایرو تغییر میدیم. یعنی بین صفر و یک اگر ما بیایم قیمت انیمیشن بدیم، در حقیقت مثل از این معلوم میشه که کوین ای میچرخه. پس ما باید قیمت از این برین تغییر بدیم. برای از اینکه قیمت تغییر بدیم و ایر ثبت کنیم، از سیستم انیمیشن یونیتی استفاده میکنیم. خب برای از اینکه ما بتونیم از این استفاده کنیم، باید اول پریفاب از این پیدا کنیم. میایم پریفاب از اینا پیدا میکنیم. برای از اینکه پریفاب پیدا کنیم، میشه که یک دونه از این ابجکتور انتخاب کنیم. میراف میکنم، میام یک ابجکت دیگه مثلا ایر انتخاب میکنیم. وقتی که ایر انتخاب کردیم، اوپن میزنیم که واشه. حالا میبینیم شما ما اینجی پریفبر داریم. میتونین شما پریفبر از داخل از این اسیت ها خوب برین پیدا کنین. خب میفهمین شما که به قسمت ریسورسز به اینجا ما اسپرایت هایی که از توسط لول مپ ساختیم داریم و به قسمت ادیتور دیفالت ریسورسز هم پریفبر داریم. این همین پریفبریه که ما به اینجا داریم. خب من میایم از این یک میندازم به داخل صفحه و اسم ازیر تغییر میدم. میتونیم اسم ازیر همینجا تغییر بدیم. خب به هر حال من یک اینجا میندازم و اسم از ایرم بگذارم spinning مثلا کوین. بعد از این spinning کوین فرض کنیم میارم اینجا انتقال میدم و یک تغییرات بری از این میارم. مثلا ایرم هم animate کنم. بری از که animation یا animate کنیم بر میایم به قسمت ویندو پنجره animation رو وا میکنیم. بعد object ما انتخاب میایم رو دکمه create میزنیم که animation ساخته شه. بعد موقعیت که انیمیشن ما این سقیقه کنیم، میگم به داخل پوشی انیمیشن ها اسمی هم باشه spinning coin، اسم انیمیشن ما باشه. سیو میزنیم، میبینیم برای از یک انیمیتوری هم اوتومات ایجاد شد، انیمیشن هم به نام spinning coin ایجاد شد. حالا رو دکمه ریکورد میزنیم. وقتی رو دکمه ریکورد میزنیم، هر تغییری که داخل انسپکتور ما برای ازی بیاریم، اون تغییر ثبت میشه. خب من میگم به فریم صفرم، این فریم صفر رو ببینیم اینجا قیمت از این اسکیل ما باشه یک. پس من میایم این یک تغییر میدم، مثلا میگم یک به یالت قیمت شد یک. حالا میریم به فریم پنجم، اینجا پنج نوشته میکنیم، انتر میکنیم، میگیم به فریم پنجم قیمت از این بشه 0.8، انتر میکنیم، ببینیم حالا کمی اسکیل اکسی رو تغییر کرد. باز میریم به فریم دهم، به فریم دهم میگیم قیمت x ازی بشه 0.6. میبینیم رنگ از این تغییر کرد، یعنی که ای ثبت میشه به اینجی. برای از اینا کی فریم گفته میشه یا فریم گفته میشه. به هر فریم ما میایم کیار ذخیره میکنیم. حالا اگه ما پلی کنیم، شما میبینید که ای چیکار میشه، همون چیزی که ما ذخیره کردیم همون در حقیقت اجرا میشه. باز میریم به فریم 15 و قیمت از این میگیم باشه 0.4. میریم به فریم 20 قیمت از این میگیم باشه 0.1. ببینیم به یه حالت حالا تبدیل شده اگه پلی کنیم. حال پس باید ما بگیم از فریم 20 به فریم 25 که میریم، باید پس قیمت بره بالا 0.4 شه. بر شکل خواسته باشیم این قیمت ها رو میتونیم تغییر دیم، هر رقمی که خود شما خواسته باشیم، هیچ مشکلی نداره. میشه همه حالت ست کنیم قیمت 0.6 شه به فریم 30، به فریم مثلا 35 قیمت بشه 0.8 و به فریم 40 قیمت پس بشه 1. یاد شما باشه فریمی که اینجا گنوش میکنیم انتر بکنیم که این تایملاین تغییر کنه. حالا که 1 بدیم ذخیره شد. حالا اگه من پلی بزنم، شما میبینید که چیکار شد، کوین در حقیقت ای میچرخه. به این حالت توسط سیستم انیمیشن ما میتونیم یک آبجکت روتیت کنیم، میتونیم به همین حالت فلیپ کنیم. تمام مشخصاتی که به داخل انسپکتور میبینیم، شما میتونیم به داخل سیستم انیمیشن یا داخل پنجره انیمیشن وقتی روی همین دکمه رکورد میزنیم اینا رو بیاییم ثبت کنیم یا رکورد کنیم که انیمیشن ساخته بشه.
خب ایش سن فرضم تعداد فریم هایی که در یک ثانیه پلی میشه 60 فریم در یک ثانیه پلی میشه. دیگه اینجا که فریمه که ما اینجا هم تعداد انیمیشن هایی که داریم، مثلا یک کرکتر اگه باشه میتونه 10 انیمیشن داشته باشه. و اینجا ما یک کوین داریم که اسپینین کوین انیمیشن داره. خب وقت کار خلاص شد از رکورد بیرون میشیم و ایرم بسته میکنیم. حالا اگر من پلی کنم شما میبینیم که این کوین میچرخه. ببینیم میچرخه که پلیر میتونه رو چیکار کنه؟ جمع‌آوری هم بکنه. حالا میایم همین تغییر ازیر بروی همگی انجام بدین. قبل از اون میام همینج افکت تایپ از ونش باشه. خوب میگم ونش باشه و دیگه تغییرات دیگه هم مثلا اینجوگا اگر نیازر میاره دیگه تغییر نیاز نیه. میام اینجا اوورراید اپلای تو حالا میزنم که برای همگی از پریفابای که اینجا هست تغییر اضافه شه. از قسمت کات هم میایم اینجوگا به قسمت پلیر کنترولر از اس اف ایکس اون تیکر میگذارم که افکت هم ایجاد کنه. حالا پلی میکنم شما میبینید که کوین ها همگی میچرخه که میتونید شما او کوین هایی که روتیت داره یا انیمیشن داره اونا رو بیاییم کلکت کنیم و افکت هم پلی میشه. خوبی بود از کارخونگی که به جلسه پیش برای شما داده بودم. تشکر، موفق باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.